نام خداوند خوبی و زیبایی و سودمندی، به نام آنچه بهتر است و آنکه بهترین است. سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز، همچنین خیر مقدم و خوش آمد و عرض ادب خدمت شما دوستان گرامی که تشریف آوردید و زحمت کشیدید. بینندگانی که برنامه ما رو دنبال کردن، سلسله برنامه ذهن برتر، امروز برنامه 25 قسمت 25 این برنامه هست. در برنامه قبلی تکنیک‌های برای تقویت حافظه، تمرکز فکر، پرورش دقت، اصول صحیح یادگیری، دلایل کندخوانی و روش‌های تندخوانی و همچنین تمریناتی رو برای آرامش انجام دادیم. طریقه به خاطر سپاری لغات و کلمات، اعداد و ارقام، واژه‌های سخت و همه اینا رو کار کردیم. یک سری تمرینات ارائه دادیم که انجام بدید و روش‌های بسیار جالب، مثلا گفتیم مجله خوانی، یک مرتبه مجله رو نگاه میکنید، دقیق یادآوری میکنید در چه صفحه چه مطلبی هست و یا اسمای مختلف رو در با یک مرتبه نگاه کردن ده ها و صدان لغت یا چندین ردیف عدد رو به خاطر بسپارید، از اول و از آخر بگید. همه اینا برای تقویت حافظه بود. طبیعتاً اگر تا الان تمرینات رو تا اندازه ای انجام داده باشید، سرعتتون خیلی بیشتر شده، درکتون بالاتر رفته، اصول صحیح مطالعه رو که به کار می گرفتید، سیستم 8 مرحله‌ای رو خیلی دقیق میتونستید مطالب رو یادآوری کنید. امروز این بحثا رو ادامه میدیم. در جلسات گذشته خدمتون توضیح دادم این سیستم 8 مرحله‌ای رو روی مطالب مختلف به چه صورتی به کار بگیریم. امروز تا اونجایی که برسیم زبانهای خارجی رو و مطالب محاسباتی رو خدمتون توضیح میدم، به چه صورت این سیستما رو به کار بگیریم و چجوری زبانهای خارجی رو راحت‌تر یاد بگیریم که الان معضلی از در کشور ما، چون سیستم آموزشی درست نیست. میبینید افراد دیپلم گرفتن، 7 سال زبان خوندن، ولی باز برای محاوره و مکالمه مشکل دارن. ولی در جای دیگر اینجوری نیست، زبان مادریشون انگلیسی هم نیست، ولی دیپلم میگیرن، میتونن تا اندازه صحبت کنن و استفاده کنن. و یا اصلا معضل از این بالاتر، طرف میبینید تحصیلات دانشگاهی داره ولی باز مشکل داره در زبان. چرا؟ چون سیستم آموزشی درست نیست. حتی کلاس زبان هم رفتن، ترم 1، 2، 10، ولی تازه خیلی ها فکر میکنن بلد هستن، ولی موقعی که با یک نفر انگلیسی زبان یا فرانسوی زبان، آلمانی زبان صحبت میکنن، میبینید 6-7 سال در مدرسه زبان خارجیش آلمانی بوده یا انگلیسی بوده، فرانسه بوده. حتی بیشتر انگلیسی رو مد نظر ماست، چون اکثرا انگلیسی میخونن در مدرسه و دبیرستان و دانشگاه و زبان بین المللی هم الان که انگلیسی هست و ضرورت داره که بلد باشیم. هر کسی هر تخصصی که داره، خصوصا الان که این مسئله اینترنت هم هست، زبان بلد نباشیم خیلی معضل بزرگیه. در اینجا من نمیخوام زبان یاد بدم، میخوام روش های ساده ای رو بهش اشاره کنم که به چه صورت راحتر یاد بگیریم. اینم به چند قسمت تقسیم میکنم: لغات و کلمات رو در مرحله اول، بعد یادگیری واژه، املای واژه رو، گرامر، بعدش هم محاوره و مکالمه رو توضیح میدم. خیلی ساده در این جلسه انشاءالله سعی میکنیم که برسیم به همه مباحث. اگر نرسیدیم جلسه آینده ادامه میدیم برنامه بعدی رو. برای یادگیری واژه و لغات، معمولا کاری که ما انجام میدیم در یک متن یا در یک جایی به یک لغتی، موقعی که روبرو میشیم با یک لغت جدید در یک متن یا یک گفتگو، کاری که انجام میدیم اینه که فوراً به دیکشنری مراجعه میکنیم و اون لغت و معنیش رو نگاه میکنیم. بدترین و ابتدایی ترین روش هم همین روشه. لغتی رو که معنیش رو بلد نیستیم، بلا فاصله به دیکشنری مراجعه کنیم. خب برای این کار خیلی خوبه که به این صورت عمل کنیم. موقعی که
با یک لغت جدید روبرو میشیم، بهترین عمل اینه که معنی لغت رو حدس بزنیم. این کار رو با توجه به مفهوم جمله و جملات قبل و بعد از اون انجام میدیم. سعی میکنیم از کلمات قبل و بعدش این کلمه رو تشخیص بدیم. اگر مشغول مطالعه یک متن هستید، اول یک بار از ابتدا تا انتها متن رو بخونید تا مفهوم و منظور اصلی متن رو تا اندازه متوجه بشید و بعد به سراغ لغاتی برید که معنی اونها رو بلد نیستید. بعد به فرض یک لغتی رو معنیش رو بلد نیستید، یک کلمه خیلی از ساده مثلا باگ، به جای اینکه فوراً به دیکشنری مراجعه کنید و در کنارش کتاب نوشته شده بک کتاب بک کتاب بک کتاب در اصل تکرار به خاطر بسازید، این روش درستی نیست. سعی میکنیم از کلمه قبل و بعد اگه تشخیص ندادیم اون موقع به دیکشنری مراجعه میکنیم، اون موقع هم که مراجعه کردیم نمیگیم بک کتاب، بک رو که تکرار میکنیم میگیم تصویر یک کتاب هم در ذهنمون مجسم کنیم، اون تصویر رو ببینیم. این هم کافی نیست. با این واژه جمله بسازیم. هیچ موقع لغت رو به تنهایی یاد نگیرید. خیلی اصلا لغت خیلی زیاد بلدن، ولی در محاوره و گفتگو و مکالمه و اینا اشکال دارن. برای اینکه به این صورت نشه، سعی کنیم لغات و کلمات رو در جملات مختلف به کار بگیریم. الان دوستان، یکی از دوستان یکی دو تا جمله مثلا با این واژه بسازن. شما جمله بسازید. My book is blue. خب دیگه. This is my book. بله. I like this book. I'm reading this book. بله، بسیار عالی. این هم کافی نیست. جمله هم که ساختی تصویر جملات هم باز ببینید. میدونید لغت رو به چه صورت یاد بگیرید؟ لغت رو چطور یک بچه دبستانی که میره دبستان کلمه رو به تنهایی بهش آموزش نمیدن، حتما در جمله بهش یاد میدن. مثلا میگن آب، بابا آب داد. به این صورت در جمله بایستی و تصویر اون جملاتم باز مجسم کنیم. این روش خوبیه برای یادگیری لغات. معلمای زبانم معمولا توصیه میکنن به جای دیکشنری معمولی از دیکشنری مثلا انگلیسی به انگلیسی، مثلا به جای دیکشنری انگلیسی به فارسی یا فارسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی استفاده بشه. این خیلی بهتره و تأثیر بیشتر میذاره. پس واژه ها و لغات رو به این صورت یاد بگیریم، این خیلی خوبه و به این صورت بهتر جا میفته. الان دیکشنری های اومده که لغتی رو که ما میخوایم یاد بگیریم این لغت رو مثلا تکه های زیادی از صحنه فیلم مختلف که این لغت به کار واژه به کار برده شده نشون میده. خیلی جالبه، اصلا برامون ملکه ذهنی میشه. در اصل کامپیوتر دیگه هیچ عذر و بهانه‌ای نداریم که بگیم بلد نیستیم با این همه امکانات و با این همه روش ها. واسه حتما تازه به یک زبان هم اکتفا نکنیم. انگلیسی رو یاد گرفتیم، مثلا زبان های دیگر هم، عربی هم یاد بگیریم، آلمانی هم یاد بگیریم، اسپانیولی هم یاد بگیریم، ایتالیایی هم، فرانسه هم یاد بگیریم. خیلی جالب بدونید موقعی که آدم یک زبانی رو یاد میگیره، زبان دوم، زبان سوم راحت‌تر میشه، چهارم راحت‌تر از سوم و الاخر. به این صورت این تأثیرات رو داره. املای لغات و چی؟ مثلا یک واژه رو در املاش اشکال داریم، معمولا ما چکار میکنیم؟ با تکرار، خیلی زیاد تکرار میکنیم که برامون ملکه ذهنی بشه. مثلا بر میگیم
بر اینقدر تکرار میکنیم، 100 مرتبه از روش مینویسیم تا یاد بگیریم، براش خوبی نیست. ما میخواییم با کمترین زحمت بیشترین نتیجه رو به دست بیاریم. دو تا نکته مهم و بینندگان عزیزی که برنامه رو نگاه میکنید در ذهن داشته باشید، به خاطر بسپارید. و شما عزیزانم، دو تا نکته مهم اینه: هر کسی که زیاد زحمت میکشه همیشه زیاد نتیجه نمیگیره. زحمت بایستی در جهت صحیح باشه که نتیجه صحیح و درست هم بربر داشته باشه. میگن خواستن توانستن است، درسته؟ بله؟ بله. بله. من میگم اینجوری نیست، الان براتون توضیح میدم در رابطه با همین خواستن. و نکته مهم دومم بگم، نکته مهم دوم هم هر کسی هم که خیلی با استعداده همیشه خیلی موفق نیست. استعداد هم بایستی در جهت صحیح به کار گرفته بشه. خواستن میگن توانستنه، این خواستن به فرض من میخوام شاگرد اول بشم یا فلان کارو نتیجه خوب بگیرم ولی هیچ کاری انجام نمیدم، توانستن اینجوری؟ بله؟ میخوام پس چرا نمیتونم؟ این خواستن بایستی منجر بشه به تصمیم قطعی، قاطعانه تصمیم بگیریم اون چیزی رو که میخوایم. قاطعانه تصمیم میگیرم که شاگرد اول بشم ولی باز هیچ کاری انجام نمیدم، میگیرم میخوابم. میتونم؟ این تصمیم قطعی بایستی منجر بشه به عمل، عمله که نتیجه میده و توانستنه. اما یک نکته جالب هست، خیلی ها میخوان، تصمیمم میگیرن، عملم میکنن ولی اون نتیجهی که بایستی بگیرن نمیگیرن. هستن دانش آموزان، دانشجویانی که شب و روز درس میخونن، تصمیم قطعی گرفتن که نه، ولی باز آخر سر یا نتیجه نمیگه یا خیلی کم نه. هستن کارگرانی که شب و روز کار میکنن، میخوان زندگی خوب داشته باشن، در رفاه باشن، آخر شب ازن مزد خیلی کمی میگیرن. اینا که تصمیم قطعی هم گرفتن عملم میکنن. چرا؟ چون عمل در جهت صحیح نیست. در کنار همون محصلی که شب و روز درس میخونه یک محصل یا یک دانشجو دیگر است، شاید نصف اونم زحمت نمیکشه، نتیجه خیلی بیشتر میگیره. و یا همون کارگره که کار میکنه یه مهندس هست، یک دوام اون کارگرم زحمت نمیکشه، چند برابر اونم نتیجه میگیره، یعنی مزد میگیره. چرا؟ مهندس روش درست و راه اول درس خونده، رفته مهندس شده و راه درست رو طی کرده. و یا محصل دانشجو هم میبینید اصول درست رو به کار میگیرن، نتیجه درست هم میگیرن دیگه. بازم هدف از تشکیل این دوره هم همینه، ما در مطالعه و یادگیری با روش درست پیش بریم که نتیجه درست هم به دست بریم. در زمان خیلی کم مطالب بیشتر بخونیم و نتیجه خیلی بیشتری به دست بریم. ما زحمت میکشیم که زحمت نکشیم. چجوری زحمت میکشیم که زحمت نکشیم؟ به فرض تلاش میکنیم، تکنیکایی رو یاد میگیریم، وقت میذاریم، بعد همین تکنیکا کارمونو راحت میکنه. یک مکتب فلسفی از به اسم رواقیون، رواقیون پیرو اصالت لذت هستن، میگن لذتی رو انتخاب کنید که از دوام بیشتری برخوردار باشه و این لذت بر رنج بچربه، نه رنجی که بر لذت بچربه. مثلا صبح زود از خواب بیدار میشیم، ما دوست داریم یکم بیشتر بخوابیم، لذت داره دیگه این خواب، ولی موقعی که زیاد میخوابیم از کارامون عقب میفتیم. اون لذت باعث میشه که رنج به دنبال داشته باشه، زحمت. اما زود بیدار میشیم، یکم سختی به خودمون میدیم ولی جلو میفتیم، لذت با دوام. خیلی ها هستن تنبلی میکنن، یک جورایی به خاطر لذت های کوتاه رنج های زیادی رو متحمل میشن، یه لذت آنی ولی رنج و سختی خیلی زیاد. ما هم زحمت میکشیم، زحمت یعنی تلاش میکنیم، مطالعه میکنیم، کلاس میریم، روشهای رو یاد میگیریم که زحمتمون کمتر بشه. افراد موفق
افرادی نیستند که خیلی زیاد سختی میکشند. افراد موفق افرادی هستند که راه میانبر برای موفقیت طی میکنند. همیشه افراد موفق سختی خیلی زیاد، راه میانبرم با مطالعه و با استفاده از تجربیات دیگران. در قرن کامپیوتر کسی موفقه که بیشتر بدونه، و موفق تر از اونم کسیه که راه میانبر دانستن و بلد باشه. املای لغاتم به جای اینکه ما خیلی زحمت بکشیم که کم نتیجه بگیریم، مثلا 100 مرتبه یک لغتی رو تکرار کنیم، دو تا روش خدمتتون میگم. یک روش، مجسم میکنید لغات رو، مثلا واژه بر رو در ذهنتون مجسم میکنید، BEAR، یک دفعه روی کاغذ مینویسید، یک دفعه هم در ذهنتون. و بینندگان عزیز که بچه های کوچیک دارن در منزل، بچه های دبستانی در املا اشکال دارن، نه املا فقط، املای زبان، املای فارسی هم اشکال دارن، به جای اینکه این روش تکرار رو بهشون یاد بدن، این روش رو، یک لغتی رو، مثلا لغت استثناء رو اشتباه مینویسه، به جای اینکه 100 مرتبه بگیم استثناء رو، بنویسه یک مرتبه روی کاغذ، یک مرتبه هم در ذهنش. لغت اتومبیل رو اشتباه مینویسه، به جای اینکه 100 مرتبه بگیم اتومبیل رو، بنویسه یک مرتبه روی کاغذ، یک مرتبه هم در ذهنش. اینجوری دیگه خیلی خوب جا میفته. اما روش دیگر، به غیر از تجسم کردن، روش دیگر، یک لیستی رو از لغات و کلماتی که در املای اونا اشکال دارید تهیه میکنید. مثلا من یک لیستی رو از واژه‌های سخت که اشکال دارید تهیه میکنید. این لغاتی رو که اشکال دارید در یک جایی در معرض دید میذارید، که موقعی که به فرض در طول روز بیشتر نگاهتون به اونا بیفته، به اون لغات و کلمات، و کار دیگری که انجام میدید اون قسمتهایی رو که اشکال دارید زیرش یه خط میکشید، و یا با یک رنگ دیگر مینویسید. با یک رنگ دیگر، مثلا من در این قسمت ای و در این قسمت اشکال دارم، این واژه رو این قسمت رو اشکال دارم، نمیدونم ای اوله یا ای اوله، مثلا اینو با یک رنگ دیگر می نویسم، بی مثلا اینو با رنگ دیگر، ای به این صورت می نویسم. و اینطوری، چرا؟ تا توجه دیدم بیشتر روی این قسمت باشه. خب، و اما این املام به این صورت، گرامر چی؟ برای یادگیری گرامر، برای اینکه مشکل نداشته باشیم، اول ساختارهای اساسی و پایه رو یاد میگیریم، بعد میریم به فرض بعد از تمرین که تسلط پیدا کردم، میرم سراغ نکات ریز دستوری، مثل حروف اضافه و ربط مختلف به این صورت ها. و در گرامر سعی میکنید از سیستم 8 مرحله‌ای استفاده کنید، سیستم 8 مرحله‌ای که در جلسات گذشته توضیح دادم که بررسی اجمالی کتاب، بررسی اجمالی، بررسی اولی فصل یا قسمت، سوالگذاری، خواندن، بازنگری، الگوی یادآوری، تفکر و امتحان و مرور. سیستم 8 مرحله‌ای، از این سیستم استفاده میکنید برای گرامر. ساختارهای اساسی رو، مثلا زمان حال استمراری رو، یک بررسی اولیه، چند تا سوال تر میکنم در ذهنم، اون قسمت های مهم رو به صورت خطی یادداشت میکنم، بازنگری انجام میدم، بعد میام به صورت طرح شبکه یا درخت حافظه در میارم. زمان حال استمراری، خب البته این زمانش هم ننویسیم، حال استمراری.
میایم دسته بندی میکنیم. افعال کمکی، افعال کمکی در زمان حال استمراری کدوم ها هستن؟ افعال کمکی بله تو بی اما ایز و آر، ام ایز آر افعال کمکی. فعل به چه صورتیه در زمان حال استمراری؟ فعل به صورت چیه؟ به اضافه آی ان جی دیگه، آی ان جی میگیره و قید حالتم ناو به این صورت. و بعد چکار میکنید؟ چند تا مثال در رابطه با این مبحث تر میکنید، تر میکنید، زیر الگو مینویسید. این مثال ها رو یک مرتبه روی کاغذ، یک مرتبه در ذهنتون باز مثل اون لغت کلمات، یک مرتبه روی کاغذ، یک مرتبه هم در ذهنتون. مهمترین قسمت که برای همه خیلی مهمه و ضروریه، مبحث محاوره و مکالمه است. خیلی هستن زبان بلدن ولی در مکالمه اشکال دارن، خیلی هستن مکالمه مثلا میبینید فکر میکنن که بلدن ولی موقعی که صحبت میکنن خیلی اشکال دارن و خوب نمیتونن تلفظ کنن. برای این کار بهترین قسمت اینه که بهترین روش اینه که ما در بین اون ملت ها باشیم و کسانی که با این زبان صحبت میکنن. فرض اگر انگلیسی میخوایم یاد بگیریم بین کسانی باشیم که انگلیسی صحبت میکنن، فرانسه میخوایم یاد بگیریم بین بریم فرانسوی ها زندگی کنیم یه مدت، خیلی زود یاد میگیریم. اما این برای همه ممکن نیست. بله جناب استاد، تلویزیون چقدر میتونه نقش داشته باشه؟ تلویزیون هم خیلی موثره، ولی موقعی که ما در بین اون مردم هستیم مجبوریم که صحبت کنیم و یا نیازامونو برآورده کنیم یا میپرسن مجبوریم جواب بدیم. تلویزیون بیشتر لیسنینگ شنوایی و میبینیم و میشنویم، خیلی تاثیر داره. تلویزیون هم برنامه تلویزیونی رو به زبان اصلی نگاه کنیم تاثیر گذاره. و اما برای همه این شرایط ممکن نیست که برن انگلیس و برن فرانسه و بین اون مردمان قرار بگیرن. اگر چون چیزی نیست چیکار کنیم؟ خیلی از معلم ها ما داریم تلفظشون درست نیست، آموزش میدن خود معلم، به همین خاطر ما خیلی اشکال پیدا میکنیم. برای این کار اگر چون این شرایط و امکاناتی نبود از نوارهای مکالمه استفاده کنیم، نوارهایی که اون شخصی که صحبت میکنه زبان مادریش همون زبان باشه، یعنی در تلفظ و لهجه و اینا اشکالی نداشته باشه. برای استفاده از نوار به این صورت عمل میکنید که خدمتون میگم. اگر تمایل دارید این قسمت های مهم رو نوت بردارید بیننده عزیز، شما عزیزانم به همین صورت در پنج مرحله از نوار استفاده میکنیم. پنج مرحله برای اینکه مکالمه و محاوره به صورت درست صورت بگیره. در مرحله اول بهترین روش اینه که حداقل سه مرتبه به هر درسی فقط گوش بدیم بدون مراجعه به کتاب و اینا، و تلفظ لغات جدیدی که میشنویم چند بار تکرار کنیم، البته در صورتی که مطمئن هستیم درست شنیدیم این کار رو انجام میدیم. خب پس از سه مرتبه شنیدن هر درس تقریبا مفهوم کلی درس رو میگیریم. در مرحله دوم برداشتی که از اون درس داشتیم، از اون نوار داشتیم، میاریم روی کاغذ رو مینویسیم. موقعی که سه مرتبه به نوار گوش دادیم برداشتی رو که داشتیم میاریم روی کاغذ مینویسیم. در مرحله سوم کتاب رو باز میکنیم
و همزمان با گوش دادن به نوار کتابم متن نوشته شده درسم اگر متنی هست و اینا یا کتابی هست اونم نگاه میکنیم. اگر لغتی رو احتمالا به اشتباه شنیدیم در اینجا دیگه با دیدن متن، الان متن رو که میبینیم درست تلفظ میکنیم و تلفظش رو تکرار میکنیم. اما در مرحله چهارم یک دفعه بدون استفاده از نوار درس رو فقط از روی کتاب میخونیم، از روی کتاب میخونیم و معنی لغاتی رو که نمیدونیم با روش هایی که آموزش دادم با این روش ها لغات رو یاد میگیریم. مثلا لغات رو سعی میکنیم از کلمات قبل و بعد در جمله یاد بگیریم، بعد دیکشنری مجسم میکنیم، بعد جمله میسازیم، بعد جمله رو تصویر جمله رو میبینیم. به این صورت معنی لغاتی رو که نمیدونیم یاد میگیریم. و در مرحله پنجم هم آخرین مرحله بدون استفاده از کتاب یک بار دیگر به نوار گوش میدیم و میزان درک مطلب خودمون رو از این قسمت تست میزنیم و آزمایش میکنیم ببینیم چه مقدار مطلب رو درک کردیم. اینجوری این بهترین روش استفاده از نوارهای مکالمه و محاوره هستن که همه اینجوری یاد بگیریم. البته الان روش هایی هست میگن انگلیسی رو در خواب بیاموزید، نه انگلیسی هر زبان دیگری. یکی از آشنایان ما یک دختر بچه 6 ساله داره حدود 18,000 لغت زبان انگلیسی رو با همین روش بهشون یاد دادن. بچه 6 ساله فقط موقع خواب میخوابه با صدای خودشون، پدر یا مادر لغت رو همراه با معنیش نوار رو براش میزن در زمانهای مختلف موقعی که بیدار میشه، یا مادره براش قصه میگه با زمان موقعی که بیدار میشه انگار که در خواب دیده. ببینید این در مواقعی که شخص خواب نبینه، چون موقعی که یک نفر خوابیده و خواب میبینه مثل اینه که در حالت بیداری ذهنش مشغول باشه و فکر میکنه، ولی اگر خواب نبینه این صدا تکرار میشه انگار که مثلا تو خواب میبینه و تأثیر روی ناخودآگاهش میذاره. این روش هم میتونید امتحان کنید. البته دیده میشه در کتاب فروشی ها چون این روش های رو من یک سری کتاب و نوار تهیه کردم مطالبشون خیلی کاربردی نبود. در این رابطه شما میتونید مطالب خوب و نوارهای خوب و انتخاب کنید و موقعی که میخواید استراحت کنید در قسم مراحل مختلف این نوارها گوش بدید. بی تأثیر نیست، تأثیر گذاره، ولی بهترین روش همین روش هاست. به این صورت خیلی راحت میتونیم یاد بگیریم و با یادگیری زبانهای خارجی مطالعه فرهنگ‌های مختلف اطلاعات و معلوماتمون رو بالا ببریم بسیار بسیار موثره. باز یک مرتبه خیلی سریع مرور میکنم مباحث امروز رو. لغات رو سعی میکنید از کلمات قبل و بعد تشخیص بدید و اگر تشخیص ندید به دیکشنری، بعدم در اونجا مجسم میکنید، بعد جمله میسازید، جملات مجسم میکنید. املا هم به جای اینکه تکرار زیاد بکنید یک مرتبه روی کاغذ، یک مرتبه در ذهنتون و لیستی از لغاتی رو که اشکال دارید بنویسید روی کاغذ و زیرش خط بکشید. گرامر هم ساختارهای اساسی از سیستم هشت‌مرحله محاوره و مکالمه هم با این روش ها. جلسه بعد مطالب محاسباتی رو با چند تا نکته دیگر خدمتون توضیح میدم. تا جلسه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.